سلام و درود دیگری دارم بر همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه با امروز و فردای ایران و در تلویزیون ایران فردا. مدتی است که من، البته مدت طولانی است، ولی در این مصاحبه‌های تلویزیونی، برنامه‌های تلویزیونی بحث برابری رو مطرح می‌کنم. برابری در زمینه‌ها و جنبه‌های مختلفش در جامعه‌مون که از نظر من حتی مهمتر از آزادی است، چون وقتی که برابری وجود داشته باشه ناگزیر آزادی به دنبالش میاد. به هر حال وارد این بحث فلسفی نمی‌خوام بشم، ولی همون واژه برابری برای من اهمیت بسیار بسیار بسزایی رو داره در همه زمینه‌ها، در زمینه مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، در زمینه‌های مختلفش که مربوط میشه به مسئله حقوق بشری، بحث حقوق شهروندی، بحث حقوق زنان، بحث حقوق اقوام، بحث حقوق بچه‌ها، همه اینها از دغدغه‌هایی است که من سال‌های درازی است که با خودم حملش می‌کنم و همچنان ادامهش میدم. یکی دو جلسه پیش من در رابطه با بحث برابری در رابطه با زنان کشورمون صحبت کردم. همونطوری که اطلاع دارید، اخیراً در هفته گذشته یک تصویب نامه و قانونی از مجلس شورای اسلامی گذشت تحت عنوان طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده، که این طرح، این قانون که به این شکل تصویب شده بود که افزایش جمعیت به وجود بیاد و جلوگیری بشه از کاهش جمعیت، طلاق کاهش پیدا بکنه، ازدواج بیشتر افزایش پیدا بکنه، زنان خانه نشین بشن و محرومیت از استخدام برای زنان انجام بشه. شرایطی که گذاشته بودن خیلی جالب بود. برای اولویت استخدام اول مردان متأهل، بعد مردان متأهل بدون فرزند، بعد زنان دارای فرزند و بعد مجردها که بیشترین درخواست کنندگان کار هستند در تمام جوامع دنیا. هیچ تفاوت نمی‌کنه یه جوونی که وارد جامعه میخواد بشه، وقتی درسش و تحصیلاتش تموم شده ناگزیر نیازمند کاره که بتونه یک زندگی رو برای خودش تشکیل بده، خانواده به وجود بیاره و برای کشورش مفید و مؤثر واقع بشه. ولی نکته‌ای که برای من در اینجا مطرح بود، نمایندگان به اصطلاح مردمی هستند که در مجلس شورای اسلامی حضور دارند. اینها قانونی رو تصویب کردند که درست متناقض با قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی که برای شغل در نظر گرفته شده، میگه هر کسی حق داره که هر شغلی رو بر اساس موازین اسلامی انتخاب بکنه و دولت هم موظفه که شرایط مساوی براش به وجود بیاره. خب میبینیم که حتی در مجلس شورای اسلامی این نمایندگان قراردادی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو هم هنوز نخوندن که ببینن که چه قانونی رو تصویب میکنن. این تأسف من باز بر اینه که هنوز نمیدونن که کاهش و افزایش جمعیت با دستور رهبر و بخشنامه انجام نمیگیره. در این زمینه وقتی که برمیخوریم به قوانینی که برای افزایش و رشد در هر جامعه‌ای وجود داره، برمیگردیم به آگاهی زنان، برمیگردیم به موقعیت اجتماعی، موقعیت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی هر جامعه‌ای. به حال وقتی که یک زنی میبینه که برای اینکه یک دونه بچهش بخواد
حداقل تغذیه و تحصیل و امکان ادامه تحصیل و وارد شدن به جامعه رو داشته باشه، چه هزینه سنگینی رو براش متقبل میشه و هیچ گونه حمایت اجتماعی اقتصادی از طرف دولتش نداره، طبیعی است که رشد جمعیت کاهش پیدا میکنه، با دستور نمیشه انجامش داد. اون دوره هم گذشته که بگیم هر اون کس که دندان دهد نان دهد. تأسفم واسه یه محدود کردن زنان در استخدام هاست، متأسفم برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هنوز نمیدونن که بیکاری حاکمی رو که در جامعه وجود داره نمیشه با محدود کردن استخدام برای زنان از بین برد. از بین بردن بیکاری مستلزم تولید، مستلزم ایجاد کار، مستلزم نبودن مسئولان دزد، مستلزم نبودن دلالی بگیر هاست. همه اینها متاسفم برای اونهایی که فکر میکنن که با سرکوب زنان میشه قابلیت ها و رشد زنان رو از بین برد. متاسفم برای اونهایی که فکر میکنن با کاهش کار زنان قادر هستن که جامعه رو به طرف تعالی ببرن. در جامعه ای که از نظر فرهنگ کار 20 دقیقه کاره، نیازمند افزایش ساعت کاره، نه محدود کردن ساعت کار. متاسفم برای اون نمایندگانی که هنوز نمیدونن که برای اینکه 10 میلیون زن ازدواج نکرده توی جامعه وجود داره، درمانش با رعایت قانون صیغه برطرف کردنی نیست. متاسفم برای اونهایی که فکر میکنن که کاهش طلاق بازم میتونه با فتوا انجام بگیره. در شرایط امروز جامعه ما مسائل بیشماری از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وجود داره که همه اینها مانع از این هست که بشه با فتوا کاری رو انجام داد. برای این طرح، برای این قانون خیلی جالبه که دولت، به اصطلاح دولت، چون من معتقدم که دولت در ایران وجود نداره، همش یک مجموعه حکومت، در مجلس شورای اسلامی مشکلشون بار مالی است، نه مشکل مسائل اجتماعی اقتصادی جامعه. متاسفم که هیچ فرد مسئولی توی حکومت وجود نداره که بخواد سر این قضیه بیسته. آقای روحانی قول داده که از حقوق زنان برای مثلا نمیدونم نمایندگی مجلس و غیره و غیره حمایت بکنه. یادمون باشه آقای روحانی خودش نگران اینه که به گفته خودش فردا چه کسانی رو میخوان دستگیر بکنن. چجوری ما میخوایم که حمایت ایشون رو برای حقوق زنان داشته باشیم؟ مسئله زنان مسئله خود زنانه. ببینید، در یک آماری که نیروی انتظامی اخیراً منتشر کرده، میگه آزار و اذیت زنان در خیابان 98% در سال 93 به نسبت سال 91 افزایش پیدا کرده، در دورانی که یک سال و نیمش مربوط به آقای روحانی است. 98% مزاحمت ها و آزار و اذیت زنان در جامعه به نسبت سال 91، دو سال قبلش، افزایش پیدا کرده. ببینید، فکر نکنیم که اگر آقای روحانی الان دستور میدن که فوتسال زنان به گواتمالا بره، این یک نمایش سیاسی است که شاید که برای آمدن بازدید کردن از فرانسه لازم بود این دستور صادر بشه، وگرنه مسائل بیشماری برای زنان ایران وجود داره که همین یک نمونهش آزار و اذیت زنان تو جامعه. چطور آقای روحانی و به اصطلاح دولت ایشون هیچ تصمیمی در این زمینه نمیگیرن؟ ببینید، بحث فوتسال زنان وقتی که مطرح میشه، من فکر میکنم که زنان ما در مرحله اول باید ثابت بکنن که برای نگه داشتن حجاب به صحنه های بین المللی نمیرن، برای قهرمانی خودشون، برای اثبات وجود زنانگی خودشون، برای اثبات وجود زن بودن خودشون تو جامعه است که تلاش ها رو انجام بدن. بحث زن در جمهوری اسلامی قانون
اسلام، بحث اینی که در این قانون چه امکاناتی رو برای زن و چه محدودیت هایی رو برای زن به وجود میاره مطرحه. در قرن 21 ما این رو مطمئن باشیم که هیچ گونه امکانی وجود نداره که بشه قوانین 1400 سال پیش رو برای جامعه به خصوص ایران، در هر جامعه ای به خصوص ایران، ایرانی که به حال ما اعتقادمون بر اینه یک جامعه کهنسال دارای فرهنگ و دارای تمدن پیاده کرد. به همین دلیلی که فکر میکنم که اگر این بحث رو ادامه بدیم میبینیم که تو دنیای متمدن دستور ورزش کردن و ورزش نکردن، تلاش زنان هیچ راهی به هیچ جایی به این ترتیب با این قوانین نمیبره. سرکوبی رو که انجام میشه مطمئن باشید که از یه جای دیگه سر باز میکنه. به همین دلیل، به همین دلیل روشنه که میبینیم که جمهوری اسلامی در طول 37 سال گذشته بزرگترین مسئلهش مسئله زنان بوده و بزرگترین موفقیت زنان تلاششون بوده که در این راه ایستادگی کردن و امروز جایگاه واقعی خودشون رو دارن. تلاش جامعه زنان ما بدون هیچ گونه تردیدی بسیار تحسین برانگیزه. ببینید، ما در زیر سلطه حکومتی هستیم که زنستیزترین حکومت جهانه. اگر فقط و فقط به عنوان نمونه یک سری مقایسه هایی رو ما انجام بدیم، خیلی راحت میبینیم که به عنوان مثال تعداد زنان ما که در مجلس شورای اسلامی هستند تنها 3% نمایندگان مجلسه، تنها 3%. این در حالتیه که ما میبینیم که در افریقا، در یک کشوری مثل رواندا، 64% نمایندگان زن هستند. در عربستانی که ما این همه در مورد نمیدونم اصل اسلام و غیره و غیره و زن ستیزی در این صحبت میکنیم، حدود 20% از نمایندگانشون زن هستند. 19.99 یعنی 20% جامعه نمایندگان زن هستند. در افغانستان، در افغانستانی که به حال همسایه ماست و ما اونا رو عقب افتاده میشناسیم، 38% زنان نماینده هاشون زن هستند. در عراق بعد از همه این فجایع 35% زنانشون، زنان نمایندگانشون زن هستند. خب یادمون باشه به طور قطع و یقین این تلاش، این تلاش زنان ما بسیار تحسین برانگیزه، بسیار قابل ارزشه و من مطمئن هستم. ببینید، جامعه ایران در حال فروپاشی اجتماعی است و این زنان هستند که باید قدم بگذارن و بتونن با حضور خودشون، با اثبات حضور خودشون، با اعتماد به نفس خودشون و دست رو زانوی خودشون گذاشتن، بتونن که به این جامعه رو نجات بدن. من همچنان اعتقادم بر اینه. انقلاب سوم در ایران بعد از انقلاب مشروطیت، بعد از انقلاب سال 57، انقلاب زنان در ایرانه و من به سهم خودم بر این قضیه پای می فشارم و اعتقاد دارم که انجام شدنی است. سپاسگزارم.